أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقيه الله في الاراضين حجه ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك أَرْزَ السلام وأدب خدمة شما بنندقان محترم در ایام شهادت جانسوز حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم این مصیبت عظما رو اولا به محضر مبارک بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله فرجه الشریف تسلیت عرض میکنم و همچنین خدمت شما بینندگان عزیز و محترم امیدواریم که خدای متعال همگی ما رو موفق به وظایفمون در این ایام فاطمیه بگرداند از جمله فضائلی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها برمی شمارند که در خلال اسامی مبارک حضرت میشه اونها رو بیان کرد امام صادق سلام الله علیه در روایتی فرمودند لفاطمه سلام الله علیها تسمعت اسماء عند الله عز وجل برای مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها نه نام و اسم هست نزد خدای متعال که حضرت به این نام ها اشاره می این اسامی که نزد خدای متعال هر کدوم معانی دارد و هر کدوم بیان کننده فضیلتی از فضائل اون شخصیت بزرگوار هست حضرت فرمودن اولین اسم از اسامی فاطمه هست فاطمه نامی است که خدای متعال برای او انتخاب کرده و هشت نام دیگر رو که امام صادق بیان میکنند ما در همین جلسه اکتفا میکنیم به بیان نام فاطمه که فضیلت حضرت فاطمه اطهر سلام الله علیها در همین نام برای ما گوشه ایش انشاءالله منکشف بشه و واضح و بیان روشن بشه در بیان این نام چند معنا حضرات معصومین بهش اشاره کردند از وجود نازنین و اقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله گرفته تا سایر معصومین وقتی میخوان این نام رو معنا بکنند چند معنا رو براش بیان میکنند حالا ما به اختصار به اندازه که بتوانیم به بعضی از اینها اشاره میکنیم حضرت رضا سلام الله علیه در روایتی اشاره می که از آقا رسول اکرم سلام الله علیه این روایت رو بیان کردند حضرت فرمودند انی سمیت ابنتی فاطمه لان الله عز وجل فطمها فطم من احبها من النار خود ریشه این کلمه که از فطمه گرفته شده به معنای بریده شده و جدا شده و قطع و منقطع شده است و در معانی مختلف اینجا به کار رفته و اگر اهل بیت نمی شاید ما هم این قابلیت رو نداشتیم که این رو بیان کنیم حضرت رسول فرمودند اینکه من نام فرزندم و دخترم رو فاطمه گذاشتم در حقیقت به پیروی از خداوند باری تعالی علتش این است چون که خدای متعال او را و محبین او را بریده است و جدا کرده از از آتش جهنم این عبارت آقا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله المعصومین هست که فرمودن و این نکته برای شما بینندگان محترم شما محبین و مخصوصا ازاداران حضرت زهرا سلام الله علیها یک افتخار هست که به واسطه محبت فاطمه زهرا خدای متعال همه رو از آتش جهنم جدا قرار داده و جدا کرده این یکی از عللی است که برای نام فاطمه بیان شده که مطالبی دارد من گزرارت شدم یکی دیگه از دلایلی که برای اون مطرح میشه برای نامگذاری نام فاطمه شخصی است از اصحاب حضرت یونس بن ذبیان از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه میگه آقا امام صادق علیه سات و سلام بعد از شمارش اسامی مادرشون فاطمه زهرا اینگونه فرمودن فرمودن اتدری ای شیئ تفسیر فاطمه آیا میدونی تفسیر نام فاطمه مادرمون چه چیزی هست؟ معنای اون چه چیزی هست؟ قل تو اخبر نیا سیدی عرض کردم مولای من سید من برای من بگید بفرمایید حضرت فرمودن فطمت من الشر او را فاطمه نام گذاشتن به جهت اینکه او از هر شر و از هر بدی جدا شده است یعنی مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها خیر محض هستند هیچ و کوچکترین ذره از شر و شرور در وجود مقدس و منور فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست او خیر محض و حسن محض است همه خوبی ها در او جمع شده است لذا هر بدی از او جدا شده است فطمت من الشر این حسن حسن خدادادی است که خدای متعال به فاطمه زهرا عنایت کرده و این یعنی طهارت و قداست و همون اسمتی است که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها میتونیم بیان کنیم اون جایی که خدای متعال این فضیلت رو در قرآن هم میارد بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطینا الکوثر ما بهترین و خیر کثیر رو به تو دادیم یا رسول الله به تو عنایت و عطا کردیم کوثر رو معنای خیر کثیر در تفاسیر بیان کردن و ظهور و تبلور این خیر و خوبی محض وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیه است این هم معنای دوم برای کلمه فاطمه و معنای دیگری که بیان شده برای نام فاطمه در روایت امام باقر سلام الله علیه است حضرت باقر صلوات الله علیه فرمودن وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها پای به گیتی و جهان نهادند خدای متعال به فرشته وحی فرمود تا نام فاطمه رو به زبان مقدس آقا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله بیجاری کند و به او فرمود انی فطمتو که بالعلم و تو که عن الطمث خدای متعال اینگونه فرمود که من تو را به علم این نکته نکته است که میخوایم بیان معنای سوم را برای کلمه و اسم فاطمه از زبان معصومین بیان کنیم من اینو با یه مقدمه ارز میکنم اگر یک کودکی رو یه اصطلاح مرحوم آیت الله سید محمد کاظم قزوینی این گونه تعبیر کرده است در کتاب خودش فاطمه الزهراء من المهد الی اللحد اونجا این بیان رو دارن اون کودکی رو که بخوان از شیر بگیرن بدل از اون شیر و از اون قضا قضای دیگر و قضای کمکی به او میدن این گونه یک بچه رو از شیر میگیرن ایشون تعبیر فرمودن که که ان قضای جایگزین حالا این معنای ظاهری قضای جایگزین برای حضرت علم و دانش بوده انی فطمتک بالعلم فطمتک عرض کردیم فطمه یعنی گرفتن خدای متعال میفرماد یا پیغمبر اکرام میفهمد که من تو را گرفتم از شیر به سبب این که به تو در مقابلش علم عنایت کردم فلذا این هم معنای دیگری است از برای معنای فاطمه انی فطمتک که بالعلم و فطمتو که عنت از هر آلودگی و آلایشی تو رو پاک کردم این هم معنای سومی است که خدای متعال برای حضرت زهرا اینگونه در اون روایت بیان کردن امام باقر علتش رو بنابراین با توجه به این مطلب بحث علم حضرت زهرا سلام الله علیها پیش میاد و اینکه خدای متعال حضرت زهرا را به این فضیلت فضیلتی به او داده است که فضیلت علمی حضرت زهرا هست و اگر بخوایم این فضیلت رو بیان کنیم با استفاده از روایات دیگر جا داره به این روایتی که در بحار شریف در جلد چهل سوم بیان شده و در کتب دیگر مثل عیون المعجزات در کتاب شریف القطره هم بیان شده این رو اشاره کنیم روایتی است که جناب سلمان نقل میکنه او نقل میکنه که یک وقتی جناب امار هر دو از اصحاب خوب اهل بیت علیه و و السلام امیر الممین و رسول اکرم صلوات الله علیه و آله هستند نقل میکنه که عمار یک روزی به من گفت و اشاره کرد که آیا سلمان دوست داره یک مطلب جالب توجه برات بیان کنم او گفتم چرا که نه او رو برام بیان کن سلمان میگه عمار به من گفت که یه روزی امیر المؤمنین سلام الله علیه رو دیدم که بر حضرت زهرا صلوات الله علیها وارد شد و همین که حضرت زهرا او رو دیدن فرمودن یا علی ادن به بما کان ما هو وبما هو کائن و ما لم یکن الی یوم القیامه حین تقوم الساعه حضرت فرمودن که یا علی نزدیک بیا تو برای تو بیان کنم از آنچه گذشته است علم گذشته و از آنچه که در آینده است علم آینده و از آنچه که اتفاق نیفتاده است تا روز قیامت و هنگامی که قیامت و رستاخیز به پا شود این چه معنایی است در این جمله که حضرت زهرا سلام الله علیها به امیر المؤمنین بیان داشتن امار میگه بر اثر شنیدن این جمله آقا امیرالمؤمنین رجع الالقه قرار به عقب برگشتن امیرالمؤمنین من هم دنبال حضرت بیرون استاده بودم دنبال حضرت حضرت رفتن به سمت مسجد پیغمبر یا منزل پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله من هم دنبال ایشون رفتم تا اینکه حضرت وارد شدن بر پیغمبر اکرم حضرت رو امیر رو که دیدن دیدن آقا امیرالمؤمنین المؤمنین که انه در چهرهشون یک همچ حالت خاصی هست فرمودن یا علی ادنو نزدیک بشو بیا پیش من کنار من بنشین وقتی حضرت مستقر شدند و آرام شدند و در کنار پیغمبر نشستند حضرت رسول فرمودند یا علی من برای تو قضیه و داستانی که اتفاق افتاد رو بیان کنم یا خود شما بیان می‌کنید امیرالمومنین می‌فهماید که عرضه داشتم یا رسول الله بیان شما شیرین‌تر است از شما شنیدن خیلی بهتر است شما بفرمایید و تمام داستانی که برای امیر المؤمنین و حضرت زهرا اتفاق افتاده بود بین این دو بزرگوار را حضرت رسول فرمودند امار میگه وقتی آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو کردند به وجود نازنین پیغمبر اکرم و عرض کردند یا رسول الله آیا نور فاطمه از ماست حضرت رسول فرمودند یا علی مگر نمیدانی خب قطعا امیر المؤمنین همه اینها رو خبر دارن رسول اکرم هم میدانن که این باید بیان بشه این اتفاقات باید رخ بده تا این عظمت شعن و مقام و مکانت علمی فاطمه زهرا و این که نور حضرت زهرا مانند نور اهل بیت علیه مصرات و السلام از نور خدا هست این باید مطرح بشه لذا آقا امیر سوال کردن اما این سوال سوال استفهام شاید نباشه یعنی حقیقتا حضرت اینگونه نبوده که نمیدانستن میخوان مطلب بیان بشه آیا نور فاطمه از ماست حضرت رسول فرمودن آیا نمیدانی آنگاه امیر سلام الله علیه امار نقل میکنه که خدا را بر این نعمت سجده شکر به جا آوردن و از محضر پیغمبر خارج شدن امار میگه دنبال یا سلمان من دنبال امیر رفتم دوباره حضرت برگشتن به منزل و مجددا وقتی وارد شدن بر وجود نازنین حضرت زهرای مرزی سلام الله علیها مجددا شبیه همون اتفاق اول رخ داد حضرت زهرا سلام الله علیها رو کردن فرمودن یا علی آنچه که بین تو و بین پدرم اتفاق افتاده نقل کنم و اون مطالب رو نقل کردن و سپس خود حضرت زهرا سلام الله علیها رو کردند به امیر و المؤمنین فرمودند بدان یا اب حسن اعلم خدای متعال نور مرا آفرید و این نور همواره در حال تسبیح بود تسبیح و نیایش با خدای متعال بود سپس نور من رو بر درختی از درختان بهشت ودیعه قرار داد امانت قرار داد و اون درخت روشن شد به نور وجود من و هنگامی که پدرم رسول اکرم وارد بهش شد خدای متعال امر فرمود حضرت رسول از اون میوه اون درخت که نور من در اون قرار داشت تناول فرمود و بعد در حضرت رسول اکرم در وجود او این نور قرار گرفت و از او به رحم مادرم خدیجه کبرا سلام الله علیها منتقل شد حضرت فرمودن که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از بیان این فرمودن و من از همان نور هستم و من از همان نور هستم اعلم و ماکان میدانم آنچه که گذشته واقع شده برخی از مفسرین و برخی از کسانی که در علوم اهل بیت در علم کلام کار کردن این گونه میفهمند میفهمند تفاوت حضرات معصومین و انبیا غیر از پیغمبر خاتم این گونه بوده که این فضیلت رو داشتن که علم آینده رو هم میدونستن حالا اضافه بر این علم آینده حضرت زهرا میفهمند اعلم ما کان هم گذشته را میدانم و ما یکون هر آنچه در آینده شود میدانم و ما لم یکون نکته اینجاست چه بسا خدای متعال اراده کرده باشد بعضی اوقات اتفاقی بیفتد اما اون اتفاق به جهاتی مثل بدا خدای متعال اون رو رد کرده باشد و اون رو انجام نداده باشد و او رو محقق نکرده باشد در عالم خارج و در عالم وجود اون اتفاق انجام نشده را هم من زهرا میدانم و ما لم یکن یا ابل حسن فرمودن یا امیر المؤمنین یا اب حسن آنچه که هم اتفاق نیفتاده است در عالم من میدانیم یعنی قرار بوده مثلا اتفاق بیفتد به این مضمون و اتفاق نیفتاده المؤمنو ینظر به نور الله تعالی فلذا یکی از فضائل زیبا و نورانی حضرت صدیقه سلام الله علیها همین بحث علم است که ما گوشهیش رو از کردیم و این که چرا فاطمه زهرا رو فاطمه مینامند به جهتی که امام باقر بیان فرمودن فرمودن خدای متعال به پیغمبرش فرمود که به فاطمه این گونه بگوید انی فاطمه تو که بالعلم این علم است که در وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها به این گونه تعبیر شده او گذشته و آینده و مالم یکون را تا روز قیامت میداند که این بحث بحث مفصلی است ما فقط اشاره کردیم که در ایام دیگر جلسات آینده انشالله بیشتر باید اشاره کنیم به اون صحیفه حضرت زهرا و به اون علم جفر و به اون اتفاقاتی که مربوط به عظمت علمی این بی بی سلام الله علیه خدای متعال همگی ما را به نور فضائل اهل بیت منور گرداند و همه ما را در این ایام عزای و سوگواری حضرت زهرای مظلوم سلام الله علیه ها موفق به تعظیم شاعر حضرت بقردانات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته